موج دیگر کرونا و افزایش چشمگیر مرگ و میر. این بار هم غافلگیری. موج دیگری از کرونا بخش گسترده ای از کشور را زیر یورش مرگبار خود قرار داده و میزان مبتلایان و جانباختگان کووید 19 رو به افزایش دارد. منابع رسمی دولتی جانباختگان این اپیدمی را در چند روز اخیر روزانه بیش از 200 نفر اعلام کردند. این در حالی است که بنا به اعتراف مسئولانی از خود حکومت در همین اواخر، میزان واقعی قربانیان کرونا در 3 ماهه نخست سال دست کم 2 برابر ارقامی بوده که دربارشان خبر رسانی دولتی شده است. از دست رفتن جان هر انسان جای اندوه دارد، اما وقتی شمار مرگ آدمیان بر اثر عاملی شناخته شده طی 1 روز 3 رقمی بشود، از آن باید خبر فاجعه شنید. در این چند ماه هم سازمان بهداشت جهانی حتی 1 روز نیز از هشدارباش‌های مستدل و جدی خود پیرامون تداوم و برگشت این اپیدمی باز نمانده است و هم در خود کشور دست‌اندرکاران امور درمانی و حتی کادر دولتی آن مدام با ابراز نگرانی به مسئولین اخطار مکرر دادند. مسئولیت این وضع دهشتناک بر عهده جمهوری اسلامی است که حالا دیگر نمیتواند با گفتن اینکه غافلگیر شدیم از زیر بار این فاجعه شانه خالی کند. برای ارتقاء سطح پیشگیری و مقابله حداقل کشور با امواج پی در پی کرونا فرصت کافی وجود داشته، اما متاسفانه سوزانده شده است. در جامعه به درستی این پرسش مطرح می شود که بیلان کار حکومت طی این مدت در همین رابطه چه بوده و چه میزان از بودجه های انگلی ایدئولوژیک، هزینه نهادهای سرکوبگر و ولخرجی‌هایش در برون مرز کاسته است و در برابر به بودجه بخش درمانی در حد ضرور افزوده است. کارنامه عمل آن را باید در چهره ماتم مرگ هزاران نفر طی 2 ماه گذشته و چند صد نفر فقط در همین چند روز اخیر دید. جمهوری اسلامی در طول چند ماه گذشته نتوانسته ظرفیت‌های موجود کشور برای پذیرش بیماران کرونایی و امکانات اضطراری جهت نجات مبتلایان به این بیماری را ولو اندک بالا ببرد. مطابق اخبار دریافتی، تنگناها چنان است که در برخی مناطق یک بیمار بستری یا باید جان دهد و یا از مرگ برهد تا برای یک بیمار نشسته در نوبت تختی خالی شود. آنجا هم که به وضعیت اقتصادی برمیگردد، دغدغه اصلی دولت این بوده که هرچه زودتر محدودیت‌های به ناگزیر تن داده را بردارد، بلکه چرخ اقتصاد راه افتد، اوضاع عادی شود تا خود وظیفه ای در این زمینه بر عهده نگیرد. یک دولت درست در چنین شرایطی باید مقررات مقطعی برای محافظت از جان مردم به کار گیرد و در همین رابطه نیز اعمال اقتدار کند. چنین قاطعیتی از سوی حکومتی ولو با هر جهتگیری اجتماعی
اما مسئول در برابر جامعه انتخاب کننده اش یک وظیفه متعارف دولتی است. وظیفه ای که در عین حال باید با تدابیر ویژه در رابطه با رفع خسارات و تنگناهای اقتصادی ناشی از بحران همراه شود. حکومت با توجیه ناکارآمدی‌های خود در رابطه با کرونا مستقیم یا غیر مستقیم چنین القا می‌کند که خیز اخیر و دیگر بار این بیماری تقصیر خود مردم است و ناشی از اینکه تن به رعایت مقررات ایمنی و بهداشتی نمی‌دهند و به گونه نالازم گرد هم می‌آیند. حال آنکه این وظیفه دولت است تا با اتخاذ تدابیر لازم و اعمال محدودیت‌های ضرور مردم را آماده و ملزم به رعایت آنها کند. این درست است که جامعه ما متأسفانه قسمن از ضعف در درک لزوم رعایت فاصله اجتماعی تجهیز خود به وسایل پیشگیری و اجتناب از جمع آمدن‌هایی چون جشن‌ها و عزاداری‌ها و انجام سفرها و نقل و انتقالات غیر ضرور در این شرایط اضطراری رنج می‌برد و نسبت به هشدارها و توصیه‌های دلسوزانه کادر درمانی کشور توجه در حد لازم نشان نمی دهد. اما این واقعیت تلخ هیچ چیز از مسئولیت حکومت در کوتاهی از اتخاذ سیاست روشن برای مهار اپیدمی کنونی نمی کاهد. حکومت در این مدت کم از خود ناپیگیری، تناقض، خطا و انواع قصورات نشان نداده است. حزب چپ ایران فداییان خلق با ابراز تأثر از مرگ روبه افزایش هموطنان بر اثر تداوم کرونا و اعلام همدردی با خانواده و بستگان آنان دیگر بار خودگذشتگی های کادر درمانی کشور اعم از پزشکان، پرستاران و کارکنان بهداشتی را تحسین می کند. نگران فرسودگی آنها است و مسئول این وضع دردآور را جمهوری اسلامی می داند. این حکومت موظف است که قرنطینه لازم در هر منطقه از کشور را با جدیت به اجرا بگذارد و مانع هر نوع تجمع غیر قابل کنترلی گردد که می تواند موجب واگیری این بیماری شود. هیئت سیاسی اجرایی حزب چپ ایران فداییان خلق 25 تیر ماه 1399 برابر با 15 ژوئیه 2020